سلام بچه ها، امروز یه موضوع خیلی مهم و قرار رو بررسی کنیم، پولیدیود و نحوه تست اون. اگه نمیدونی پولیدیود چیه، قبل از هر چیزی بذار کامل باش آشناشی، بعد ببینیم چطوری سلامت یا خرابی پولیدیود رو با مولتیمت بررسی کنیم. یه آموزش جامع در انتظارت، پس تا آخر با من باش. بذارید با خود پولیدیود شروع کنیم. پولیدیود یه مدار خیلی مهمه که از 4 دیود کنار هم تشکیل شده. وظیفه اصلیش چیه؟ تبدیل جریان متناوب AC به جریان مستقیم DC. این قطعه توی پاورهای کامپیوتر، شارژرهای دستگاه الکترونیکی که با جریان مستقیم کار میکنن خیلی مهمه. توی این مدار شما یه پل دیود میبینید. این 4 دیودی که اینجا قرار داره وظیفه پل دیود یا همین قطعه رو انجام میده. توی یکی از ویدیوها تست دیود رو به صورت کامل توضیح دادم، پس میتونید اون ویدیو رو ببینید، تست دیود رو یاد بگیرید و به راحتی همچین پل دیود هایی رو تست کنید. خب بریم سر وقت پل دیود. این قطعه 4 پایه داره. 2 پایه های AC هستند برای ورودی جریان AC یا همون جریان متناوبه. یه پایه مثبت برای خروجی جریان مستقیم مثبت و یه پایه منفی برای خروجی جریان مستقیم منفی. اگه این پایه ها رو اشتباه متصل کنی کل مدار ممکنه بسوزه، پس همیشه پایه ها رو درست پیدا کن. حالا بیایید ببینیم چطور میشه پل دیود رو با مولتی متر تست کنیم. این مرحله ها رو دقیق دنبال کن و مشکل دیودت رو بدون اشتباه پیدا کن. خب مولتی مترمون رو باید بذاریم رو حالت تست دیود که قبلا هم توضیح دادم تو اون ویدیو در مورد دیود که یه علامت مثلث با یه دونه خط که میشه برای دیود. اما میتونید با اوهم سنجم که این علامت اوهمه که در مورد مقاومت ها و اوهمم 3 ویدیو ساختم که تو کانال هست میتونید تماشا کنید، با اوهم سنجم میتونید تست کنید، ولی تست دیود دقیق تره. قبل از شروع تست مطمئن شو که پایه های مثبت و منفی AC رو درست پیدا کردید. معمولا روی بدنه این قطعه علامت ها مشخصه، ولی اگه نبود میتونید دیتا شیت این قطعه رو از اینترنت پیدا کنید. دیتا شیتش هم میتونی اسم قطعه رو توی گوگل سرچ بکنی و دیتا شیتش رو پیدا کنی. حالا من توی ویدئویی در مورد نحوه دیتا شیت گیری قطعات هم به صورت کامل بهتون توضیح میدم که بدونید چجوری یه قطعه رو بشناسید، بدونید این قطعه چیه و چه کاربردی داره. اول از همه باید تست بین پایه‌های AC و مثبت رو پیدا کنی. من اول پراپ قرمز مولتی متر رو میذارم روی یکی از پایه‌های AC، پراپ منفی رو میذارم رو پایه مثبت. میبینید که یه عددی حدود 0.6 ولت نشون میده، درست. اون پایه AC بعدی رو هم چک میکنم، بله دقیقا نزدیک 0.6 ولت. حالا پراپ رو عوض میکنم. این نکته رو در نظر بگیرید، وقتی شما میخواید تست کنید پایه ها رو کم کم جلوتر که برید متوجه این قضیه میشید. من وقتی میخوام پایه مثبت رو تست کنم روی مولتی متر پراپ منفی رو وصل میکنم به مثبت، پراپ مثبت رو وصل میکنم به AC. خب اینجوری تست میکنم. حالا میام پراپ ها رو جابجا میکنم. وقتی پراپ ها رو جابجا میکنم اینجا نباید عدد به من نشون بده. ببینید پراپ قرمز رو وقتی به مثبت وصل میکنم و AC رو به پراپ منفی، اینجا نباید به من عدد نشون بده. این پایه رو تست میکنم، بله عدد نشون نمیده. حالا میام برای تست پایه منفی پولتیو. برای تست پایه منفی که بهتون گفتم پایه منفی رو میخوایی تست کنید، باید پراپ قرمز رو به پایه منفی وصل کنید. میام پراپ قرمز به منفی و پراپ مشکی به AC. اینجا هم یه عدد نشون میده، تقریبا 0.6 ولت. هر دو پایه AC رو با پایه منفی چک میکنم. میام عکسش هم انجام میدم. اینجا نباید به ما عدد نشون بده. وقتی پراپ منفی رو به پایه منفی وصل میکنیم و AC رو به پراپ قرمز، اینجا نباید به ما هیچ عددی نشون بده، که نشون میده پول دیود توی این بخش سالمه. وقتی شما توی این قسمت به این صورت وصل میکنید و یه عدد خیلی کوچیکی هم نشون میده، حتی عددی که مثلا 0.01 ولت، وقتی 0.01 ولت هم نشون میده، این نشون دهنده خرابی پل دیود، یعنی پل دیودتون نشتی داره. خب بعد از تست پایه های AC با پایه مثبت و منفی، حالا ما باید پایه منفی و مثبت رو با هم تست کنیم. میام پایه منفی و مثبت رو با هم تست میکنم. وقتی پراپ های منفی رو به پایه منفی و پراپ مثبت رو به پایه مثبت وصل میکنم، اینجا نباید پل دیود عددی نشون بده، یعنی هیچ عددی. وقتی میگم عددی نباید نشون بده یعنی باید صفر باشه. پراپ ها رو برعکس میکنیم،
و پایه منفی رو به پراپ قرمز و پایه مثبت رو به پراپ مشکی وصل میکنم. اینجا یه عددی حدود 1 به ما نشون میده. به همین راحتی شما پل دیود رو میتونید تست بکنید. حالا آموزش‌های بیشتری هم توی پیج هست، توی کانال هست که میتونید مشاهده کنید و استفاده کنید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. یه نکته هم بهتون بگم، پل دیود انواع مختلفی داره، همیشه پل دیود این شکلی نیست. من یه نمونه دیگه پل دیود بهتون نشون بدم. این هم مثلا یه نمونه دیگه پل دیوده. واضح تر بخواید ببینید، میبینید که روی این پل دیود هم AC مشخص شده، مثبت مشخص شده، اون سمتی هم که عدد نداره میشه منفی. این پل دیود چهار پایه‌ای به این صورت. پس اکثر پل دیود ها تمام مشخصاتش مشخص. اگر هم نتونستید پیدا کنید، میتونید از روی دیتا شیت این پل دیود مشخصات پل دیود رو پیدا کنید و پایه هاشو مشخص کنید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. ویدیوهای دیگر هم تماشا کنید. به امید دیدار مجدد.